مهمانان شریک در بحث امشب آقایان هر یک خیبر خشکی استاد دانشگاه و آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. آقای خشکی، بحث را با شما آغاز میکنیم. گزارش بانک جهانی در رابطه با افغانستان چطور یک گزارش است که نگرانی کرده؟ تشکر سپهر صاحب عزیز، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکارای تکنیکیتان حافظی صاحب عزیز و بیننده تلویزیون زیبای طلوع نیوز. سلام. ببینین، پیش از اینکه ما سر عمق از این موضوع بحث کنیم، ما میخوایم یک سیر تاریخی سر عوامل و ریشه های اصلی از این مشکلات داشته باشم که این مشکلات از کجا آغاز شد و پیکره از این از کجا بود. ما بحث خود از آغاز دوره جمهوریت و 8 ماه حکومتی که تقریبا پوره شده امروز سر از این بحث میکنم. شما ببینین، از سال 1381 به بعد و سال 2001 وقتی که نظام جدید در افغانستان آمد، ما شما یک سلسله دستاوردها داشتیم. از این ما هیچ وقت نمیتونیم انکار کنیم. شما میبینین که بیش از 31 میلیارد دلار سرمایه گذاری عمومی در بخش سکتور خصوصی ما انجام شد. از طرف دیگر شما میبینین که در حکومت‌های سابق به مخابرات و صحت و این چیزا دسترسی کامل وجود نداشت. یک کشور تقریبا از لحاظ اقتصادی یک کشور منزوی بود افغانستان، دروازه بر کمک‌های جهانی، سرمایه گذاری و اینا باز شد. بسیار طبقه زیادی از ذکور و اناس ما به تحصیل رو آوردن. مکاتب خصوصی را اگر شما ببینین، پوانتونای خصوصی را اگر ببینین، اگر شما شفاخانه ها، زیربناهای اقتصادی را ببینین، دهلیزهای هوایی را ببینین، اینا همش مجموعاً گفته میشد تا سالهای 1398 در حدود 8% رشد اقتصادی کشور بود. یعنی تمام اساسات و سرمایه گذاری هایی که شده بود تا یک زمانی تا سالهای 98 امید بخش بود. بعد از سالهای 98 شما میبینین که کرونا یا کرونای همگیر آغاز شد و یک سلسله مشکلات اقتصادی را نه تنها بر افغانستان به تمام جهان واگذار کرد. و از بود افغانستان اگر ما بحث کنیم، 3 دوره کرونا، خشکسالی، عدم ثبات سیاسی، فساد و بیروکراسی باعث ازی شد که به اساس آمار و مطالعات ملل متحد رشد اقتصادی افغانستان به -4% رفت. و گفته می شد اگر افغانستان به شکل سیستماتیک در غنامندی یا ثبات اقتصادی خود کار کنه، امکان داره تا 2 سال آینده که 2022-23 بود رشد اقتصادی به -1.82 می رسید، یعنی تقلیل میافت. کی نشد. شما دیدین که در 15 اگست 2021 حکومت جمهوریت سقوط کرد و یک تحول جدید به وجود آمد و در 8 ماه گذشته که امروز ما تقریبا 8 ماه پوره میشه قرار داریم، شما میبینین که از لحاظ اقتصادی سیستم مالی ما مکمل فرو پاشید، بسته شد. تعزیرات اقتصادی و سیاسی بالای حکومت افغانستان آمد، صادرات بسته شد، بانکای ما با یک سلسله تعزیرات ایالات متحده امریکا و همکارایش قرار گرفت و سوی دیگر دیدین که صادرات و واردات بسته شد، اشتغال بسته شد، اکثر سیستم‌های سکتور خصوصی بسته شد. شما در گزارش‌های متعدد دیدین که بیش از 5000 شرکت کوچک خرد بسته شد. اینا همش دامنه فقر اقتصادی را در کشور بلند بود. در اواخر شما گزارش‌های ملل متحد از فاجعه بشری در افغانستان بارها دیدین، کمک‌های بین المللی را که می آمد به افغانستان کافی نبود و در برنامه‌های بدیل معیشت چیزی وجود نداشت. بالاخره این تمام از این موضوعات بستر به خاطر یک مشکلات بزرگ یا فاجعه اقتصادی در کشور به وجود آورد. با توجه به تحریم‌ها و شرایط ناگواری که ما فعلا در افغانستان داریم، شما می‌بینین که اینجا وضعیت فعلی، اگر آقای خشکی موافق باشین با شما برمیگردیم بحث میکنیم، چون توازن بحث ما برابر شود. با آقای حافظی هم سلام میرسانیم، به برنامه خوش آمدید. گزارش بانک جهانی در رابطه به افغانستان آنچنان که میگه واقعیت داره؟ حتما گزارش خواندین. سلام بر شما مهمان گرامی، شما جناب استاد و بینندگان گران قدر تلویزیون طلوع. تا حد زیادی واقعیت داره. متاسفانه اقتصاد مصنوعی افغانستان که بحران از رکود به بحران در سال 2020 شامل شده بود، با تغییراتی که در آگست سال گذشته به وجود آمد و کمک‌های خارجی که دلیل رونق کاذب بود او از بین رفت، افغانستان شامل یک بحران عمیق اقتصادی شد
و ده 8 ماه گذشته هیچ بهبود نیافت و اگر این وضعیت دوام بکنه وضعیت زیم که بدتر شده میره و ما در یک فاجعه اقتصادی قرار میگیریم که او اثراتش بالای زندگی مردم، معیشت مردم، وضعیت استخدام و کاروبار بسیار منفی خواهد بود. سکتور افغانستان البته همیشه وطن پرستانه کار کرده، البته صرف نظر از یک حلقات مافیایی که ناشی از تولید مواد مخدر و فساد در دستگاه دولتی هستند. باقی مانده از یا بسیار شریفانه کار میکنن و تا به حال هم که قحطی وجود ندارن و مواصلات متوقف نشده. ای با سرمایه گذاری و فداکاری های سکتور خصوصی افغانستان است که تا بال دوام کردن. متاسفانه وظایف خود در تمام مراحل به قدر کافی انجام ندادن و در شرایط فعلی با تعذیراتی که وجود داره، با تحریم هایی که وجود داره، حتی سکتور خصوصی افغانستان هم آزادی عمل در خدمت گذاری به مردم نداره. داراییشان در بانک ها بلاک است یا به اصطلاح متوقف است، در حال تعلیق است. پول خود گرفته نمیتونن از بانک ها و به خاطر واردات و به خاطر خریداری ها و به خاطر معاملات تجارتی خود با محدودیت مواجه هستن. و یک آدم مثلا 9 میلیون دلار در حساب خود داشت، 25 هزار دلار برای او ماهانه میتن. ای به این معناست که اگه پول خود دوباره بخوای به جریان تجارت پرته، 30 سال مقدار است که تا او پیسه از بانک کشیده شده و این خودش یک فاجعه است. آقای حافظی، دلایل این که در این گزارش آمده که چشمانداز اقتصادی کاهش داشته چی است؟ آن چیزی که آقای خشکی توضیح داد مسائل است، یا این که مسائل مهمتر و بارستر شما فکر میکنین وجود داره؟ خوبی مسائل اقتصادی عوامل و مؤلفه‌های خود داره، رشدش و همچنان عقبگردش، هر دوی از این. وقتی که یک بستر مناسب سیاسی وجود نداشته باشه، یک آدرس معتبر بین‌المللی وجود نداشته باشه به نام دولت، کمک های جامعه بین‌المللی قطع میشه و حتی قرضه های را که آدم میتونه از مؤسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک اکتشافی آسیایی، IMF و دیگه اگزم بانک هایی که در دنیا وجود داره به رشد صنایع و رشد تجارت و رشد زراعت و مالداری و سایر بخش‌های اقتصاد هست، جمله خدمات بگیره، او قرار کس برای یک حکومتی که در انزوای به ملی قرار داشته باشه و هیچ کشور رو به رسمیت نشناخته باشه نمیده. همچنان متقین داخلی خود افغانستان هم از آینده بیمناک هستن و یا فکر میکنن که مثل که دارایشان در بانک دلیل شرعی و قانونی بلاک شد و رسیم شدن دیگه، در سایر موارد هم مشکلات با وجود خواهد آمد. به این خاطر اونا حاضر نیستن که سرمایه‌گذاری جدید بکنن و این خودش سبب تشدید بحران میشن. البته سرمایه‌گذاری خارجی خوب به این صورت نمیشه به خاطر که از سیستم سویفت به امریکا استفاده کردن نمیتونه، اما مؤلفه ها و شرایطی که برای سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی مساعد است او در افغانستان فعلا وجود نداره. یک دولت مقتدر ملی باید مشروعیت بین‌المللی و منطقوی و جهانی و ملی داشته باشه و در این زمان بیمای بین‌المللی مانند بیمه میگای که از طرف بانک جهانی بود باید وجود داشته باشه تا سرمایه‌گذاری تامین شده بتانه. در شرایطی که گپا هیچ کدامش نیست، سرمایه‌گذاری که نبود بیکاری وجود میاد، بیکاری که فقر وجود میاد و این تشدید شده میره. بسیار زیاد تشکر. آقای خشکی، شما صحبت هایی که از سوی مقامات میشه در همه 7 ماه حتما شنیدین و از پیشرفت مسائل اقتصادی سخن زدن، از افزایش صادرات و بارها از آمارهای درشت گفتن در همه 7-8 ماه، اما توبیاس هاک اقتصاددان ارشد بانک جهانی که برای افغانستان بود که او میگه یکی از افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان که بسیار فقیرتر شده است و اقتصاد افغانستان با تمام تلاش هایی که شد در چه مسیری قرار گرفته؟ آیا به طرف وخیمتر شدن میره آن چیزی که آقای حافظی برش اشاره داشت؟ بله، به تایید بحث‌های حافظی صاحب، اگر ما اقدامات لازم نگیریم وضعیت دگام وخیمتر میشه. ولی پیش از این ما یک چند موضوع را میخواییم برتان بگویم.
شما ببینید قسمی که قبلا گفتم اینمی شرایط ناگوار سیاسی و اقتصادی یک چتر سیاهی را بالای اقتصاد افغانستان گذاشته که باعث شده که قسمی که آفیزی صاحبم گفت سرمایه گذاری صورت نگیره. ما دو قسم سرمایه گذاری داریم، یکی سرمایه گذاری داخلی است و دوم سرمایه گذاری خارجی است که سر هر کدام از این میپردازیم. شما نوعیت سیستم مالی تان خصوصا بانکداری را اگر ببینید، کدام پالیسی هایی که در آخر وضع شده و نوعیت تعذیرات سیاسی و اقتصادی را که بالای افغانستان آمده، این دو نوع مانع را هم به سرمایه گذارای داخلی و هم به سرمایه گذارای خارجی ایجاد کرده. شما ببینید اکثر صادرکننده وقتی پول خود به خارج روان میکنن پس پول خود نمیارن. شما امیال ترکیه را برین ببینین، دبی را ببینین، کشورهای دیگر را ببینین، بزرگترین حجم سرمایه افغانستان امیال روی ساختمان و مسائل دیگر در کشورهای دیگر است گذاشته شده. این حال بوده که اگر ما شما اینمی انزوای اقتصادی را قسمی که توبیاس رویش بحث کردن به دو بخش تقسیم کنیم، یکی عامل از خود ما هستیم و دوم عامل از جامعه جهانی هست که او هم از خود دلایل خود دارد. بیاین از عوامل خارجی آغاز کنیم. عوامل خارجی اونمو تعهدات یک سلسله که ما در مقابل جامعه جهانی داشتیم، خصوصا در مورد بازگشایی مکاتب طبقه اوناس، کار از یا مسائل حقوق بشری، حقوق فردی، حقوق رسانه ها، آزادی رسانه ها. این مسائل وقتی که شکسته شد این تعهدات، کمک کنندای جهانی را به نحوی از انهار که ما یک بخش از ایره داشتیم، اونا را دگام متشددتر در مسائل افغانستان ساختن. شما ببینین 2.44 میلیارد دلاری که توسط جامعه جهانی کمک شده بود، مشروط بود، روز پیش اعلان کردند تا تعهداتی که در مورد بازگشایی مکاتب افغانستان باز نشه قلطن این پول نمیایه. شما ببینین جامعه جهانی دو رقم شرط داشتن، یکی در مسائل انکشافی و امنیتی پولا بود، کوار مکمل بند کرده بودن، گذاشته بودن تا وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته نشه و پولا نمی اومد. در بخش بشری باز اینا یک دروازه یا یک گزینه را باز گذاشته بودن، میگفتن که ما به خاطر بشری کمک میکنیم، ولی در آخر ببینین سر مسائل بشری آمینا شرط و شروط گذاشتن که عمق فاجعه آینده را نشان میده. ما میبینیم که جامعه جهانی هم که ما بدون از او هیره باید یاد نبرین که رشد بدن اقتصادی یک کشور خصوصا افغانستان بدون کمک های جهانی در بخش انکشافی و بشری هیچ امکان پذیر نیست، خصوصا افغانستانی که تاریخچه ازیره داره. شما اگر از بحث و تبادلات کشورهای منطقوی بنین، به خصوص چین که امروز به یک غولپیکر اقتصادی تبدیل میشه، در مسائل افغانستان و جامعه جهانی یک نوع به نفع خود حرکت میکنه. اینا سیاست ها را به قسمی میگذارن که افغانستان به نفع، یا هر چقدر افغانستان منزوی شوه به نفع این کشورهاست، چرا معادن سرشار و ذخایر استراتژیکی که ما داریم به نفع از انکشاف داده میره. شما ببینین اکثر سرمایه گذارای ازی در سروی معادن افغانستان امیال در افغانستان دخیل است. پس اینجا ما یک دو نوع تحریم ایجاد کردیم، یکی تحریمی است که خود ما ایجاد کردیم، یکی جامعه جهانی. اونمو پالیسی ها و دیت هایی که ما داریم و اونمو تعهداتی را که ما نمیتونیم به جامعه جهانی که بسیار ساده است باید پورا کنیم، خودش یک نوع تحریم بالای خود گذاشتیم و جامعه جهانی هم گذاشتیم. خیلی بیا این ما شما چی باید بکنیم؟ شما ببینید سیاست های امیال پاکستان، ببینید پاکستان به خاطر که روابط خود با جامعه جهانی بالخصوص با غرب خوب کنه یک قربانی بزرگ دارن. دین تصویر عمران خان، برکرانی عمران خان و بحثایی که رئیس ستاد ارتش پاکستان میگفتن، ای به نحوی از انهار پس توجه امریکا و همکارایش به پاکستان جذب کردن و روابط خود خوبتر ساختن. شما ببینین دین روز بلینکن گفت که پاکستان یک همکار استراتژیک اساسی 75 ساله ما هستن. پس ببینین به نحوی از انهار اینا به خاطر منافع ملی کشور خود از همه چیز میگذرن، حتی از مسائلی که باعث زیانای کوچک به کشورشان میشه، ولی اونمو منافع ملی خود، رشد اقتصاد خود و جایگاه خود در جامعه جهانی پس حفظ کردن و پیش میرن. بسیار زیاد تشکر آقای حافظی. چشمانداز اقتصاد کشور حالا با چی امتحانی روبرو شده در وضعیتی که بر فعلا قرار داریم؟ آیا جهان با توجه به حرفهایی که میزنه و میگه تعهداتی که داده میتونه افغانستان از این وضعیت انزوای اقتصادی بیرون کنه، منتظر بمانیم یا نه خود ما کاری کرده میتونیم؟ و بحث مهمتر، تا وقتی که مسائلی که حالا پیش شرط هاست اونا انجام نشوه، در مورد اونا چه فکر میکنه؟ تجربه نشان میده که در طول تاریخ اقتصادی افغانستان و مخصوصا در 20 سال گذشته افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود بیشترینه، و بغیر از سکتور خصوصی که یک سلسله کارهای اساسی را
از جمله اعمار ساختمان های رهایشی و تجارتی را در سراسر افغانستان انجام داد و شهرهای ویران آباد کرد. حتی امو جادهایی که در پالوی از او وجود داشت و مربوط به کار دولت بود، امو هم تا در بسیاری موارد آباد نشد. ما یک اقتصاد وابسته به کمک خارجی را تا آخر داشتیم که اقتصاد مصنوعی من آمانده بودم و امو وقت هم میگفتم و علم میگم. و اقتصاد با قطع کمک های خارجی فرو پاشید. اگر ما بیشتر به مؤلفه های رشد اقتصادی در داخل مملکت توجه بکنیم، به معادن افغانستان توجه از اول باید میشد، به تولید بدیل واردات در داخل کشور توجه میشد. بسیاری از اقلامی را که ما از خارج وارد میکنیم با سبب کسر بیلانس تجارت ما شده به شکل وحشتناک، ما میتونیم در داخل تولید کنیم. ما هنبابه میتونیم که ما یکی از ثروتمندترین کشورها از لحاظ ذخایر و فلزات رنگه هستیم و در پاری از او ما آبهای سرگردان داریم. ما برق نباید وارد میکردیم، باید ما برق تولید میکردیم داخل افغانستان و ما صادر میکردیم باید برق. حداقل باید تکنولوژی کنیش از سال پیش پیش بینی شده بود که افغانستان 23,000 مگاوات برق آبی ظرفیت داره که با تکنولوژی نو که او نظر بسیه میکنن 69,000 مگاوات و ما 2,000 مگاوات برق مورد ضرورت موجود خودم از خارج وارد میکنیم. یعنی که ما یک اقتصاد وابسته با منطقه و جهان داریم. بعضا نیازهای خود از او وارد میکنیم، بعضا ما پول از او از خارج وارد میکنیم و در پالی از یک اقتصاد مافیایی متکی به مواد مخدر هم و در پالی از فساد بی حد اداری که در افغانستان وجود داشت، تمام امو جوانه های رشد در افغانستان خشکاند و از بین برد. و این بحران در سال 2020 شروع شد شکل حادش و حتی رشد اقتصاد ملی ما منفی شد. گپ استاد که کرونا آمد، کرونا اثرات بسیار زیادی به افغانستان نداشت. در افغانستان بر مقایسه با دیگر کشورهایی که ما میبینیم، مدت زمانی که کروناییش در افغانستان و صدمات مردم دیدن بسیار کمتر از بود. کرونای بسیار کلانتر فساد بود، کرونای بسیار کلانتر و بزرگتر عدم توجه به معیشت مردم و رعایت نکردن وظایف دولت مردا برای تامین زندگی آبرومند برای مردم، از بین بردن فقر، ایجاد جای کار بود. اما ما بسیار مؤلفه های رشد داریم. طوری که عرض کردم نیروی کاری بین های بااستعداد داریم و میلیون ها جوان ما تحصیل کردن در سر و سر دنیا، هر جایی که میرن کار میکنن، بسیار با موفقیت کار خود انجام میتن. دیگه افغان ها در سر و سر دنیا میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما بسیار آواره شدیم در 51 کشور دنیا. فعلا ما شما مجتمع های تجاری و اقتصادی داریم که ما امروشن در تماس هستم و نقدینه افغان ها هیچ وقت قدر ما پولدار نبودن. مثل کمیال اسندبود 150 میلیارد دلار خود افغان ها در سر و سر دنیا و داخل افغانستان ثروت دارن. بنان جلب از این پول ها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به یک آدرس مطمئن متمدنانی ملی به نام دولت دارم. وقتی که شما یک بستر سیاسی مناسب بتانید که هموار کنین، تمام این پول ها پس به افغانستان اگر نیاید، 10% اگر بیاید، باز به اعتبار از او گرفتن قرضه از منابع جهانی ما میتونیم معدن خود استخراج کنیم و پروسس کنیم. ما میتونیم یک زراعت مدرن بسازیم که ما نه تنها اگر ما زمین های خود درست استفاده کنیم، ما بر 160 میلیون نفر با نرمای فیزیولوژیک میتونیم غذا تهیه کنیم. در حالی که ما به می 40 میلیونی که داریم هم نان بخورنمیر تهیه کرده نمیتونیم و نصف نیازهای خود از خارج وارد میکنیم. لازم ما ضرورت به یک رستاخیز اقتصادی داریم. در قدم اول باید ما طرح برنامه های اقتصادی برخواسته از واقعیت های افغانستان را داشته باشیم، نه که ما بریم و کت و پیس کنیم از کمپیوترها و از یا برنامه های سایر کشورها را بریم به اینجا و مخالف کنیم. بسیار زیاد تشکر آقای خشکی. خب چطور میشه که چشمنداز اقتصادی کشور افزایش داد؟ همونطور که آقای حافظی هم اشاره داشتند که طرحهایی باشه که واقعیت داشته باشه، با جامعه ما سازگاری داشته باشه. حالا شما چه پیشنهادهایی میکنین؟ ببینین اگر ما میخواییم به مو ثبات اقتصادی نسبی که ضرورت داریم تا کشور برسانیم، دو بحث بسیار مهم است از دید ما. یکی بحث سیاسی است، چونی مشکل سیاسی است، رای حلش هم سیاسی است.
به خاطر از اینکه ما به مصیبت سیاسی برسیم، ما مجبور هستیم ما چتر سیاسی که بالای ما افتیده او را باید حل کنیم. این برکناری تحریمات است و رابطه با جامعه جهانی است. این دیام ما باید بسیار هوشیار و زیرک باید باشیم که یک قطبی حرکت باید نکنیم. یک سیاست باید داشته باشیم که یک تعداد از کشورها، حالا شما میفهمین جهان دو قطبی شده و بلاک روس و چین یک طرف است، بلاک غرب طرف دیگه است، ما باید مابین از یا نباشیم. اما چتر سیاسی خود باید به شکل عیار بسازیم که ما بتانیم به ثبات سیاسی برسیم، به ثبات اقتصادی برسیم. یک. دوم، در پالوی از اون ما یک سلسله کالای داخلی باید انجام بدیم. یک. ما قبلا در برنامه ها چندین بار ذکر کردیم نظر به معادله اقتصادی هر کشوری که در بخش خاص خود مزیت رقابتی داره سر از او ما باید کار کنیم. قسمی که حافظی صاحب بحث کردن و بارها ما بحث کردیم، منابع طبیعی ما، زراعت و موقعیت جیوپولیتیک و جیوکنومیک افغانستان بهترین بدیلی است که ما میتونیم خود به ثبات سیاسی برسانیم. کار کردن روی طرحهای از اینکه منابع طبیعی را نه تنها بگذاریم که انحصار به یک یا چندین کشور شود، بلکه زمینه استخراج و انکشاف ازیره یا سرمایه گذاری در ابعاد مختلف ازیره به تمام جهان بگذاریم. ایره باید از یاد نبرین که منابع طبیعی اکثرا در کشورها نویت سیستم نظام سیاسی کشورها را رقم میزنن. بخواین نخواین اگر ما به یک مقدار کشورها ایر انحصار کنیم، کشورهای دیگه خامخا در مقابل عملکرد خود نشان میده. پس فلحاظ وقتی به خاطر انکشاف و توسعه منابع طبیعی خود کار میکنیم، بسیار زیرکانه و هوشیارانه تمام جوانب زی دخل باید در این مسائل دخیل بسازیم. اینجا جنگ منابع است. پرسش ما این است آقای خشکی، اگر تحریم ها ادامه پیدا بکنه و همونطور که شما یاد کردین بیشتر در مورد مثلا مسائل مثل حقوق بشری این موضوعات، آیا میتونیم خود ما کاری بکنیم که جدا از بحث تحریم ها؟ ببینین سپیر صاحب، اگر شما امروز به برخورده و مؤلفه های اقتصادی ببینین، هیچ کشور به تنهایی خود نمیتونه به جای برسه. حتی امریکا با مو ابرقدرت خود تنها نمیتونه به جای برسه. داشتن روابط اقتصادی و سیاسی با جهان اصل است. چرا ما یک تعداد محتاجات خود میتونیم از داخل تهیه کنیم، ولی به یک تعداد وسایل، تکنولوژی، نوعیت مدیریت و تجربه های خوب کشورهای دیگه ضرورت داریم. اگر این تحریما دوام کنه ما نمیتونیم از این منابع استفاده کنیم. دوم، منابعی که ما استخراج میکنیم خصوصا در منابع طبیعی به کشورهای دیگه قابل استفاده است. پس این نیاز هاست که کشورها را با همدیگر چی ساخته؟ یک جای ساخته. تا ما این سطح تحریما را از کشور از بین نبریم، اونمو نمیتونیم بلسیم. پس فلحاظا اینجا دو سناریو وجود داره. یا ما میریم که تغییر میکنیم با اساس منافع خود با جامعه جهانی روابط برقرار میکنیم، اونمو سیر بیش از 35 میلیارد دلاری که پشت دروازه افغانستان است پس میای و اطلاع اقتصادی ما را پس ده حرکت میاره. یک. یا ما به می حالت فعلی خود پیش میریم، هر چقدر که ما سر زراعت و منابع طبیعی و کادر جوان خود کار کنیم بازم تا یک حد میتونیم موفق باشیم، ولی با مو موفقیت هایی که بتونیم فقر نسبی را از این کشور از بین ببریم با جامعه جهانی ضرورت داریم. ما باید باشه. تشکر آقای حافظی. پیشنهاد شما برای حکومت سرپرست چی است که اولویت بندی بکنه و میتونه افغانستان در وضعیت بهتر قرار بده و به حد یک دقیقه جمع بندی میگیریم؟ حکومت افغانستان بهتر است بگیم که تحریک محترم طالبای افغانستان به خاطر از این که حکومت مؤلفات خود می داشته باشه و مشروعیت خود می داشته باشه و باید تایید مردم با خود داشته باشه و مردم از طریق اعمال زور و فشار وقتی که شما بگیرین حکومت دوام دادنش بسیار مشکل است، ناممکن است. نارضایتی مردم، عدم حمایت مردم از نظام ها سبب سقوط حکومت ها میشه، چون شما حکومت قبلی رو دیدیم که هیچ کس از واقع حمایت نکرد، تا در هرگی ریاست جمهوری هم و گارد ریاست جمهوری هم واقع حمایت نکرد به خاطر از اینکه مردم از واقع متنفر شده بودن. حالا هم نباید اینا انحصار طلبی بکنن و همه چیز به محور اینا به حیث یک دولت هم از لحاظ شرعی و مزاج قانونی مکلفیت دارن که منافع مردم در اولویت خود قرار بدن و بدانند که از اعمال از یاد مردم صدمه ببینه و به خاطر از اون باید اکسته سیاسی با وجود بیار. بسیار زیاد تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، و خیبر خشکی، استاد دانشگاه، خوش آمدیم به بحث امشب. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر.